صبح بخیر. امروز سه‌شنبه صبح ساعت 8 من ساعت 7 نیم بیدار شدم. اینو پیشی میخوابی سایه؟ من دارم میرم پیاده روی، یک ساعت کتاب گوش بدم، سایه هم میخواد بره سر کار. اولی برف سال. دوست دارم پیاده روی بیام بیرون، ولی الان با این دستکش انگشتم داره اون تو یخ میزنه. آدم میاد مراقب خود باش. شب خدافز. از لابلاز اومدم گوشت بخرم. این گوشتا 50% آف خورده، گوشت قلقلیه که توش ویسکی زدن و پنیر چدار. شهر کرداس آف خورده بود. این ماهی سمن نهار امروز منه، این برای فردای من و سایه است. و اینا رو الان یه 10 روز تو یخچال باید همین امروز تبدیل به عسل کنم. دست صاف. بعد میخوام یه دونه رو بیاری پایین، یه دونه همچنان بالا میمونه. اینو برگردون بالا خیلی نه. آها برگرد. تو مسیر حرکت کف دستت به رو به رو باشه، نه چرخه. به سمت بیرون. اینه که میشه میچرخونی به سمت بیرون، شونت هم با خودش میبره. External rotation، چرخش به سمت بیرون، اینو میخوای. بعد این چرخش به سمت بیرون کمک میکنه که مثلا پاسچر آدم از اینجوری به سمت بیرون. تو کلاس آنلاین داشتم، الان میخوام یه دوش بگیرم، یه کوچولو عرق کردم برای کلاسه عصرم آماده باشم. و من متوجه شدم این هوای سرد بیرون رو که میرم راه میرم، سایه در واقع بهم گفت این تنفسش باعث میشه که سینوسام نمیدونم چه اتفاق بیفته که منجر به سردرد میشه. یه سردرد که احساس خوابالودگی دارم و اینا، ولی خوابم نمیده. هم تو همون این یکم با بخار داغ و اینا این سینوسام باز بشه. غذای منه، اینو میخورم، بعد دیگه احتمالاً بعدش یه چیز کوچیک میخورم و از ساعت 4:30 به بعد دیگه فستم، حتی شاید 4. من برنامه روزم قرار بود از ساعت 6 شروع بشه امروز، بعد یهو یه کلاینت اضافه شد، از ساعت 5 شروع میشه کلاینت های شبم. بعد دیگه چون کلاینت هم بچه داره و میتونم خیلی سختشه که هماهنگ بکنه تایمشو که بتونه بیاد با من ورزش بکنه، من چی میگن حالا ساکریفایز میکنم برنامه خودم رو جابجا میکنم، چون میدونم برای اون خیلی سخت داره با وجود بچه زندگیشو هماهنگ کردن. بعد واقعا کلاینت های من که مادرن و بچه های کوچولو دارن، مخصوصا بزرگم نه، خیلی زحمت میکشن و کاملا این اصلا از صورتشون معلومه که چقدر از صبح که بلند میشن تا آخر شب درگیر هماهنگ کردن زندگیشونن. حالا من یه جنبهش واقعا میبینم که برای ورزش کردن چقدر زحمت میکشن بتونن حالا مثلا بچه رو یه جایی بذارن، بتونن بیان اینجا ورزش کنن. بفرماییم ما نشستیم داریم بلاک خودمون رو نگاه میکنیم، داریم کوالیتی کنترل میکنیم،
یعنی داریم فیدبک میگیریم از مدل ادیت کردنمون و اینا که ولاگامون کوالیتیش بره بالا، شماها هم بیشتر ببینید هم بیشتر لذت ببرید. صبح خیر، پنجشنبه صبح. ما دیروز رفتیم ماشین رو تحویل گرفتیم، ولاگ اون رو حتما جداگانه گذاشتیم واسهتون چون روز طولانی شد نسبتاً. امروز سایه خونه است و بلنش میریم سایه رو پیدا کنیم. من دیگه گوشتی که آف خورده باشه، چون 50% آف خورده باشه ارزون شده باشه نمیخرم. همون گوشت قلقلیا، همین سمنی که درست کردم یه بوی خیلی آفی میداد که حس بدی به من داد موقع درست کردم. حالا خوردم چون نمیخواستم بیشتر از این اسراف بکنم، ولی گوشت فکر میکنم جز چیزایی باشه که آدم دوست داره خیلی بخره. برام الان شم روشن کردم، میگم حالا بوی غذا توی خونه نپیچه، تو استودیو نپیچه. You can't be wearing your slippers now. These are my fancy slippers. Usually I wear hotel slippers. I know. I wore them on the plane. And Nikki said, Mom, you're just like Justin Bieber. I think last night was... این چیز خیلی جالب خریدم که میخوام با شما بازش بکنم. یه عینک مارک ریبنه، بعد عینک باهاش میشه فیلم گرفت. بازش کنیم. چیز خیلی جالبه. ریبن اینجا هم نوشته متا. کلابوریشن برند ریبن، همون عینک ها و متا. متا فکر کنم چیز فیسبوکه، کمپانی فیسبوکه. این دوتا با هم دیگه یه کلابوریشن زدن، یه دونه عینک درست کردن که با عینکه میشه فیلم گرفت. بعد حالا بخاطر اینکه من کانتنت کریئترم و توی اینستاگرام، یوتیوب، تیک تاک خیلی کانتنت درست میکنم، همیشه دنبال چیزایی هم که بشه به آسان ترین روش ممکن ویدیوهای با کوالیتی بالا درست کرد. So, we're gonna give this one a try. Listen, call, live stream. میشه باهاش آهنگ گوش کرد، زنگ زد و live stream زن تو اینستاگرام لایو رفت. چجوری میشه نصبش کرد؟ شده Let's get started. میگه عینک تو بذار. حکمه اینجا شد یه بار فشار بدی عکس میگیره، اگه بگیری نگه داری ویدیو میگیره، حالا اگه فشارش بدی ویدیو هم نمیگیره دیگه، یعنی پاز میشه. میشه باهاش آهنگ پخش کرد. So let's see. میگه چی؟ اینجا رو اینجوری ناز بکنی. اوکی. Oh my god. صداش میاد؟ صداشو میشه بلند کرد اینجوری. Oh my god, you see? Right? Pishi? Pishi? affection for him, and I know he's a good person.
من منتظر کلاینت هامم. این پی ام اس این ماه هم خیلی داره اذیتم میکنه. دپرسینا اصلا نیستم، مودم پایین هست، ولی بیشتر از اون خیلی حالت ایریتیتد دارم. احساس میکنم همه و همه چیز بیشتر از حدی که باید داره عصبانی میکنه. الان سر یه قضیه کارت بزنی خونم در نمیاد، خیلی عصبانیم، ولی باید پرانه بریف فیس و برم سر کار، چون که اصلا دوست ندارم این انرژی رو با خودم تو کلاسام ببرم. دارم میخواد پازیتیف پازیتیف باشم، ولی خیلی کار سختیه. الان ورزش کردم، خیلی حالم بهتر شد، یه کوچولو عرق کردم. بریم یه کلاس خوب داشته باشیم، پنجشنبه رو تمام کنیم. بچه ها موقعی که اینجوری من اعصابم یه وقت از کنترلم خارج میشه، دو سه تا قرص گیاهی دارم که اونا رو میخورم. خیلی وقت خدا رو شکر نخوردم. این مارک پاسکوه، خیلی برند خوبیه. من یه مدت باشون کار میکردم، خیلی برند خوبیه. چند تا از ساپلمنت ها شدیدن به من کمک کرد. یکیش این پاسکو فلره. تکنیکلی باید قبل خواب بخورین. من حالا چون دیگه الان کلاینت آخرم رو میبینم میزنم که بعدش برم بخوابم، چون فردا پس فردا پس اون مرد روزای کاری خیلی سنگینی داریم. خب بچه ها، هفته صبح، هوای بیرون تاریکه. اون قرصی که دیشب خوردم خیلی کمک کرد که من بخوابم، یعنی مغزم خاموش بشه. خیلی خوب بود، یعنی خواب خوبی کردم به خاطر اون قرصه. قرصه اصلا قرص گیاهیه، توش پشن فلاوره که اگه اشتباه نکنم معادل فارسیش میشه گل ساعتی، که مثلا یه چیزی معادل گل کاسبونه که میخورن یه مقدار واسه آرامش اعصاب و اینا. بعد دیگه الان ولی بیدار شدم، تقریبا 40 دقیقه است که خوابم نمیبره. دیدم چه کاریه تو تخته دراز بکشم، بلند شم روزم رو زودتر شروع کنم. مرغ توی سرکه رو من از کاسکو گرفتم، خیلی قیافش جالبه. دفعه اولمه که میخوام امتحانش بکنم. بریم ببینیم چه مزه‌ایه. تا باز میکنی بو سرکه سفید میده. فوق‌العاده چیز شنش‌آوری بود. اصلا کی ممکنه همچین چیزی رو بخوره؟ ولی به ذائقه ما اصلا خوش نمیاد. اینم وقت نکردم امتحان کنم، الان بکنم. یه درینک لاته است، ببینیم چه شکلیه. توش یه سری پکای لیکویده زده که یخ میریزی تو لیوان. Into the cup with ice. خاطر من فکرم از این پودراست باید خودت درستش کنی. زفت و توشه قاعدتا برای بچه ها که خوب نیست، چون توش پر از کافئینه. کافئین برای بچه اصلا خوب نیست، برای بزرگسال هم زیادش خوب نیست. یادم نمیاد قیمتش چند بود، ولی خب توی هر کدوم از این بسته هاش هم مقداری که هست خیلی کمه. چقدر هر کدوم از اینا؟ این اگه مثلا 200 سی سی باشه، این 190 سی سیه. خیلی جالب. بسته بندی یه وقته چقدر میشه آدمو
به قول خودشون دیسیوینگ. این الان این جعبش رو من سفت دادم، فکر می‌کنم مثلا توش لپتاپی چیزی یه وسیله برقیه، یعنی یه جوری بسته‌بندی کردن این نوشیدنی رو. الان خیلی دنیا به سمت پکیجینگ و مدلی که یه پروداکت خیلی خیلی ساده رو پرزنت میکنن یه به یه سمتی داره میره که اینقدر که روی اون قسمت پکیجینگش و شکل ظاهریش تمرکز میکنن، رو اصل قضیه که حالا خود پروداکت داخلش باشه تمرکز نمیشه. خب دارم یه کاری میکنم که معمولا اصلا نمیکنم، اونم رست کامله. حتی سر کارم هم بعد میرفتم یکی از کلاینتامو میدیدم کنسل کردم، دیدم که واقعا نمیتونم فشار رفتن و یه ساعت دیگه از وقتی از درون حالم خوب نیست بخوام به قول حال انگلیسی یا پوران سمایل آن مای فیس با یه لبخند فکر صورتم کار کنم، حس خوبی بهم نمیده. دوست دارم واقعا درونم، باطنم و بیرونم حداقل یه مقدار با هم موازی باشه. اومدم خونه، غذا سفارش دادم از اوبر ایتس، فردا هم خودم معاف کردم از انجام هر کاری، یه مقدار خونه باشم، خونه زندگی رو مرتب بکنم. یه وقتای دیگه وقتی رست کافی به بدنت نمیدی به یه لحظه میرسه که اینجوری میشی، میافتی یه گوشه. دارم یه داکیومنتری میبینم، مال پریس هیلتونه، بعضیاتون شاید بشناسید، It's called Paris in Love. داره راجع به ازدواج کردن عروسی پریس هیلتونه، بعد چرت و پرت خالصه و خیلی گیلتی پلژر من دیدن ریالیتی شوه. برام ریالیتی شوه این آدمایی که دیگه پول از سر و کلهشون بالا میره، نمیدونن چجوری خرج بکنن، خیلی جالب دیدنشون. این پریس هیلتون هم شخصیت جالبیه، 42 سالشه ولی وقتی حرف میزنه فکر میکنی مثلا یه بچه 10 سال است. خیلی جالبه. استراحت مطلق. Have an insane schedule. Like I had to do fittings, walk in the blonde show. Tonight? Yes. That's why my hair is like this. I didn't tell my mom and Nikki that I wasn't coming on the boat because I think I'm just so stressed out and so exhausted and just fashion week. Charlotte says Carter has family and his friend. So by procrastinating, right. It just makes it worse. It's selfish and it's wrong. And I know. And then you're stressing, burnt out. It's like hard to handle it all. I'm only one person. Hi, is this Sergio? Yeah, this is Shim. Okay, let me just find a code. One second. Okay, it's okay. It's 3-8-9-8-2-9. Okay, thank you. Thank you. بچه ها آمازون و حتی این اوبر ایتس یه چیزی اضافه کردن، قبلا اینجوری نبود. مثلا یه سری بسته ها که میاد باید یه دونه کد بهشون بدی. من یه دونه وایبریشن پلتفرم خریدم که بهتون نشون میدم، حتما خیلی اکسایتدم واسش. الان یه دونه کد به من داد که من اینو به اون آقای میگم، بعد بستر رو میذاره، نمیشه خالی خالی نمیذاره. دارم میزنم زد غذای منو اینتراپ کرد. این غذا هم خوشمزه است ولی این زعفر رو میگیریم مثلا اندازه این نظریاییه که میگیریم، این 18 دلار. اندازه این 18 دلار خودش بود. به اضافه اون فی که میگیرن، پولی که میگیرن تا بیارندم به خونه. یه لقمه غذا انقدر گرون. Thank you.